خبر و نظر، ضعف ولی فقیه در برابر رقیبان. در گیومه، آنچه دیدنی نیست، برون رفت از شرایط کنونی، مطلبی از روزنامه مردم سالاری. در محاصره، بازوهای اختاپوس تروریسم رژیم آخوندی تا قلب آفریقا. در آینه رسانه ها، ایران به سوی آزادی، مقاله ای از دنیا الرأی فلسطین. ریشه جنگ قدرت به ریشه نظام ولایت، ضعف ولی فقیه در برابر رقیبان. همینطور اختلافات داخلی و درونی. امروز مردم ما باید امید داشته باشن. اگر امید بود حماسه خواهد بود. اینی که ما عرض کردیم حماسه که دستوری نیست، بخشنامه ای که نیست. بخشنامه صادر میکنیم مردم حماسه ایجاد کنن، مگر میشه چنین چیزی؟ آخوند مصلحی، کسی که جزو سران فتنه بوده و نظام به دلیل یک سری ملاحظات او را مانند دو تن دیگر محصور نکرده، امروز امر بر او اشتباه نشود، ما اطلاعات دقیقی داریم که این آقا در فتنه دست داشته است. خبرگزاری سپاه پاسداران، اگر احمدی نژاد و مشائی منحرف شده باشند، به این دلیل است که تازه در حال تبدیل شدن به یک هاشمی درجه 2 و 3 هستند. این سماحت نظام است که اکنون هاشمی هنوز تریبونی دارد تا پشت آن بنشیند و به مبانی و اعتقادات مردم بد و بیراه بگوید. کیست که نداند هاشمی سلسله جنبان فتنه تقلب بوده است؟ رسالت، کسانی چون هاشمی اگر پیروزیشان طبیعی به نظر برسد، اما شکست آنها صدای بلندتری دارد. هنوز هاشمی به میدان نیامده است تا مخالفانش آتش سنگین توپخانه را به روی او بکشایند. احمدی نژاد، زمستان کارشکنی ها به زودی خواهد رفت و روسیاهی به زغال دشمنان و بدخواهان ملت ایران خواهد ماند. کدخدایی، کاندیداها باید ایمان قلبی به نظام و قانون اساسی هم داشته باشند و اگر شورای نگهبان به این ایمان در ذات کاندیداها نرسد، آنها را رد صلاحیت خواهد کرد. ارتقاء امنیت اجتماعی در آستانه انتخابات، خصوصا در زمانی که تبلیغات انتخابات نزدیک به آغاز است و فعالیت انتخاباتی است، امر بسیار مهمی است که ما شروع کردیم. روشنه که اون حملات بی سابقه ای که کیهان، ارگان ولی فقیه، علیه رفسنجانی و خاتمی به عمل آورد، از نثار کلماتی مثل ستون پنجم دشمن، مفسد فی الارض و وطن فروش تا تهدید به محاکمه و مجازات و غیره، کارساز نبوده که الان ولی فقیه مجبور شده وزیر اطلاعاتش رو هم علیه رفسنجانی وارد میدون بکنه و از زبون اون دوباره برای رفسنجانی خط و نشون بکشه. خود همین ادامه حملات و تهدیدها و سخت‌تر شدن مداوم اونها چی رو نشون میده؟ اینکه حریفان و مشخصاً رفسنجانی و احمدی نژاد جا نزدن و از خواسته خودشون برای ورود به نمایش انتخابات صرف نظر نکردن. مثلا میبینیم رفسنجانی که قبلا پسرش گفته بود پدرم 99% کاندیدا نمیشه، این روزا خودش اومده میگه من نگفتم که نمیام. احمدی نژاد هم از دوره تبلیغات انتخاباتی خودش که همه جا هم مشایی رو همراه میبره دست بر نداشته و با هر سخنرانی به قول حداد عادل ولی فقیه رو دیوونه میکنه. حالا یه سوال اینجا باقی میمونه که خامنه ای مگه نمیدونه که حملات و پرونده رو کردنها و پاسخ متقابل رقبا و افشاگری اونها تیشه به ریشه خود نظامه؟
پس چرا این کار رو با شدت روزافزون میکنه؟ بذاره اینا هرچی میخوان برای خودشون تبلیغ کنند. خب در بزنگاه تعیین صلاحیت حذفشون کنه. یعنی همین تهدیدی که الان از زبون نماینده ها داره میکنه رو اون موقع عملی کنه. اینطوری که هزینه کمتری برای رژیم داره. یا این سوال که خب چرا به جای این جنگ فرسایشی یک بار خودش نمیاد به صحنه تا آب پاکی رو بریزه رو دست احمدی نژاد و رفسنجانی که دیگه بکشن عقب. در پاسخ به این سوال باید بگیم که از قضا همه ی حرف همینجاست. اگر خامنه ای قدرت و توان این کار رو داشت و میتونست مثل خمینی با یه سخنرانی هر کس رو که غرغر میکنه یا رو حرفش حرف میزنه خاموش و حذف و نابود کنه، خب مهلت نمیداد. حتما این کار رو تاله کرده بود. البته که هیچ کس هم تو رژیم چه بیرون رژیم چنین توهمی نداره که خامنه ای بتونه مثل خمینی از این کار بکنه. اما در اینجا میشه این رو دید که اولا این ولی فقیه چقدر ضعیف و پوشالی شده که با این همه توپایی که در میکنه نتونسته حریفا رو از میدون بدر کنه. ثانیاً میشه نتیجه گیری کرد که راه عملی برای خامنه ای اینه که کاری کنه که احمدی نژاد و رفسنجانی خودشون پس بزنن و در همین مرحله از معرفی کاندیدا خودداری کنن. ولی اگر به میدون بیان حذف اونا براش بسیار دشوارتر میشه و شاید هم حداقل تو این مرحله نتونه حذفشون کنه. مجموع این عوامل و این وضعیت نشون میده که رژیم واقعا تا کجا موجودیتش در خطره و اینکه در مرحله سرنگونی قرار گرفته تا چه حد واقعیه و ولی فقیه تا کجا میترسه که در بحبوحه این جنگ و جدالی که داخل بیت ولایت راه افتاده صاحبان اصلی خانه وطن یعنی مردم و مقاومت ایران وارد صحنه بشن و همه دوست‌ها رو با هم از این خونه بیرون کنند و به زبالدان تاریخ بریزند و آزادی و حاکمیت مردمی رو مستقر کنند. آقای مرتضوی ببین باید خودت روچ به دکتر بگی که آقای زه که همونی که میخواد قرارداد ببنده با تامین اجتماعی باید از قبل من به شما وصل بشه. بگم کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. قضیه ای پیش آمد در مجلس قضیه بدی بود. بنده فعلا نصیحت میکنم در شرایط کنونی تمام دغدغه رهبری حفظ وحدت بود. همون کلید واژه‌ای که رمز شورش بود تقلب در فتنه قبلی، این دفعه رمز شورش و کلید واژه انتخابات آزادی. مقام معظم رهبری نیست فرمودن که فقط یک رأی دارن و حق انتخاب با ملت هست. هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. آنچه دیدنی نیست برون رفته از شرایط کنونی. آندره ژید، نویسنده نامدار فرانسوی، روزی در آستانه جنگ جهانی دوم در دفتر یادداشت‌های روزانه‌اش نوشت: فضا نیمه تاریک و نیمه روشن است. نمی‌دانم این تلیه سپیده دم است یا آغاز شبی دراز. گرچه حال و هوای این روزهای کشور از مصیبت جنگ فرسنگ‌ها به دور است، اما ابهامات و پرسش‌های بی‌پاسخ مانده در فضای سیاسی کشور به اندازه‌ای است که به تعبیر نویسنده فرانسوی گونه شرایط نیمه تاریک و نیمه روشن را بر جامعه حاکم کرده است. چرا که از یک سو با پدیده غریب تعداد کاندیداها و تورم احساس مسئولیت در میان کارگزاران سیاسی روبرو هستیم که هر یک با دست گذاشتن بر روی زخم‌های ناسور سیاست در چند سال اخیر در کار نشان دادن میزان شناخت و درجه حساسیت خود نسبت به مشکلات جاری هستند، از سوی دیگر ما هنوز برنامه مشخص، مدون و دندانگیری از سوی اکثر کاندیداهای محترم تا لحظه نوشته شدن این یادداشت ارائه نشده است و به شیوه مألوف مبارزات انتخاباتی در کشور ما باز هم عبارت پردازی های کلی
و شعارهای مبهم و پرتمطراق میداندار عرصه سیاست گشتند و در غبار جملات مبهم، آنچه البته دیدنی نیست، شیوه ها و راه حل های اندیشیده شده برای برون رفت از شرایط ویژه کنونی است. بگوییم که پرونده ایران به مثابه کلید اصلی تمامی پرونده‌های بغرنج و علاج ناپذیر دیگر در منطقه و در رأس همه آنها اوضاع سوریه، عراق، لبنان و فلسطین قرار دارد، سخنی گزاف نگفتیم. رژیم بنیادگرای دینی ایران که فلسفه وجودی و استمرارش بر پایه صدور آشوب و خشونت و تروریسم به خارج بنا شده است، توانست از طریق پوشش دینی بر همه مراکز امور در کشور کنترل یابد و ایران را تبدیل به زندان بزرگی کند که مملو از انواع بیداد و ستم به انسان در خشن‌ترین اشکال آن است. کما اینکه رژیم ایران با این پوشش دروغین توانست بخش بزرگی از توده‌های عرب و مسلمان را با شعارهای پرتمطراق بفریبد و ریاکارانه و به دروغ تظاهر به پایبندی به آرمان فلسطین و دفاع از مسلمانان جهان کند. رژیم ولایت‌فقیه از ابتدا فهمید که اگر سیاست تکیه بر سرکوب و مصادره آزادی‌ها را در پیش نگیرد، به رژیم شاه خواهد پیوست و از همین رو حمله به سازمان مجاهدین خلق و حذف آن از صحنه را در رأس اولویت‌هایش قرار داد، زیرا می‌دانست که این سازمان عامل اصلی و مستقیم در سرنگونی رژیم شاه بود. از این رو از روزهای اول شروع پروژه امپراتوری دینی خود دریافت که مسئله از بین بردن سازمان مجاهدین خلق مترادف ادامه رژیمش می باشد. سازمان مجاهدین خلق بهای بسیار گزافی برای مقاومت و مقابله با رژیم پرداخت، اما هرگز به پیشنهادهای فریبنده برای دست کشیدن از اصول و افکار آزادی خواهانه خود تن نداد. کافیست بگوییم بیش از 120 هزار شهید از اعضا یا هواداران این سازمان در مسیر مبارزه با ظلم و استبداد به خاک افتادند. اما سازمان نه تنها خسته و مایوس نشد، بلکه مصرانه به طی طریق در مسیر آزادی تا پایان ادامه داد و پیروزی‌های سیاسی درخشانی به دست آورد، از جمله خروجش از لیست تروریستی و فراخواندن به تغییر در ایران. بنابراین وقتی این سازمان بر این پا می‌فشارد که سال 2013 سال تغییر در ایران خواهد بود، از یک سو امید و عزم و خوشبینی بیشتر به مردم ایران می‌بخشد و آنها را تقویت می کند و از سوی دیگر زمین را زیر پای آخوندها به لرزه می آورد، همان وضعیتی که الان دارند. آری، دستیابی مردم ایران به آزادی روبوده شدهشان توسط آخوندها نزدیک شده است، همچون سپیده دمی که بعد از شبی طولانی باید که بردمد. Trying to overthrow the government of Iran and trying to stop Iran from becoming a nuclear power, it seems to me they should be part of the new edition of Time magazine and become Person of the Year. Que de calomnie! Que de mensonges à leurs propos. Leur seul crime, pourtant, n'aura été de ne pas plier devant la dictature, de ne pas crier avec les loups, de refuser l'intolérance au nom de la religion, de refuser
une certaine vision déformée de l'islam qui exclut celui qui est différent. En un mot, défendre la tolérance et la démocratie. Comment ne pas rester en admiration devant tant de courage, tant d'abnégation? Et je me suis posé une question. Qu'est-ce qui anime ces justes qui ne sont pas prêts d'abandonner la foi dans leur idéal? Je n'ai trouvé qu'une seule explication. Ces hommes et ces femmes sont passionnément amoureux de leurs compatriotes et ont une estime profonde du genre humain pour pouvoir endurer autant d'épreuves. Et je voulais commencer par cela, parce qu'il s'agit avant tout de valeurs universelles. We've been heard in the past, and we intend to continue to be heard until the residents of Ashraf, the members of MEK, and all Iranians can remove the current regime and return their country to the glorious civilization that it once was and that it will be again. De 33 années de règne d'une théocratie despotique devrait amener la communauté internationale, en particulier l'Union européenne et les États-Unis, à reconnaître la résistance iranienne et sa présidente élue comme l'opposition légitime et l'alternative démocratique au régime iranien. A good way to judge how democratic a movement is to see their attitude towards women. La leadership du mouvement à des femmes, parce que ce sont des femmes les leaders de ce mouvement, à partir de Madame Rajavi, à mon avis, est le moyen le plus efficace et le plus sérieux pour le changement démocratique en Iran. And I just want you to know that I believe that this regime in Iran that oppresses its people, I believe that their days are numbered one way or the other. And I hope that you all understand that there's a great many people in this country that are with you in our hearts in every way. We believe that the whole world should thank all of you in this room, because your battle is not only a battle for freedom in Iran, it's a battle for hope and freedom across this planet. If you prevail, if you win your battle, I think one of the great threats to humanity, which would be an Ahmadinejad with his finger on the nuclear button, will be diminished for all of us. I think that threat will be diminished in a significant way. بازوهای اختاپوس تروریسم رژیم آخوندی تا قلب آفریقا. دو تن از پاسداران نیروی قدس سپاه پاسداران به نامهای احمد ابوالفتحی محمد و منصور موسوی توسط دادگاهی در کنیا مجرم تشخیص داده شدند. آنها متهم به تدارک حملات تروریستی بودند که می توانست موجب ضایعات ناگواری شود. خبرگزاری آسوسییتد پرس در گزارش خود می گوید ماموران رژیم ایران در سالهای اخیر مظنون به انجام حملات یا تدارک انجام حملات خونسارشده‌ای در سراسر جهان بودند، از جمله در آذربایجان، تایلند و هند. مقامات ضد تروریستی کنیا گفتند که این دو تروریست اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران رژیم ایران و عضو یک واحد نخبه و مرموز هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دو تروریست در ژوئن گذشته دستگیر شدند
و به خاطر داشتن 15 کیلو مواد انفجاری پرقدرت هیکسوژن گناهکار شناخته شدند. دادگاه گفت آنها مظنون به داشتن ارتباطاتی با یک شبکه تروریستی بودند که قصد داشت در نایروبی پایتخت کنیا و مومباسا دومی شهر بندری کنیا بمب‌گذاری کنند. این دو نفر که مواد منفجره را در شهر بندری مومباسا پنهان کرده بودند با 15 سال زندان مواجه هستند. انتظار می رود که دادگاه روز دوشنبه آینده حکم این دو را صادر کند. خبر بازداشت این دو پاسدار روز دوم تیر 1391 و چند روز پس از وقوع انفجارهایی در کنیا از سوی پلیس این کشور اعلام شد. هنگام دستگیری آنها، مقامات انتظامی و امنیتی کنیا اعلام کردند که نمی‌دانند این دو فرد با اعضای القاعده در شمالی در ارتباط هستند یا با شبکه‌های تروریستی دیگر. اما به نظر می‌رسد که بعداً مقام‌های کنیا مدارک موثقی به دست آوردند که نشان می‌داد آنها از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. کنیا کمی بعد اعلام کرد که قرارداد خرید سالانه 4 میلیون تن نفت از ایران را به دلیل پیروی از تحریم‌های بین‌المللی لغو کرده است. در چشمانداز به چشماندازی فراتر و گسترده‌تر از خبرهای روز می‌نگریم. آیا می‌توان سمت و سوی حرکت رویدادهای مختلف و متعدد را دریافت؟ آیا می‌توان از آنچه رخ داده تحولات امروز را روشن‌تر دید و به ارزیابی آینده نشست؟ برنامه چشماندازی پوششی است در این راستا.